خبرنگار ما امروز به الهیه تهران رفته و در کنار دیوارهای بلندی سفارت غربی دنبال شماره تلفن مشترک مورد نظر گشته. تا پیش از این سوئیس را با ساعتش می‌شناختیم، با شکلاتش، با کوههای آلپ و حالا با شماره تلفن ترامپ. اینجا سفارت سوئیس و شماره ترامپ اینجاست. پشت دیوارهای این سفارت ساختمانی مطمئناً هست که در اون ساختمان یک تکه کاغذی است که شماره چند رقمی ترامپ نوشته شده و ترامپ منتظر است که یکی به اینجا بیاید یا با اینجا تماس بگیرد و شماره او را دریافت کند. آقا ترامپ شمارهش رو گوشته تو این سفارتخونه سوئیس کرده. غلط کرده. نمیره بگیره. نه غلط کرده. هیچکی نمیره بگیره. من تو جبهه و اسارت زنگامو زدم بهش. بره بگیره. منتظرم باشه. ما هر منتظر نیستیم باهاش صحبت کنیم. من نمیخوام زنگ بزنم. نه. چرا؟ دلیل ندارم. اون مشکلاتم رو بیشتر نکنه، نمیخواد حل کنه. من خودم 2 سال آمریکا بودم. حالم از هر چی آمریکا و آمریکایی به هم می‌خوره. شماره ترامپ هم من به من بدیم از زمزم زم موضوعیم تلفنیش میشه. تو خود امریکا خفش میکنم و ولای علی بهم را بدن تا برم چی کار میکنم. شمارهش اینجاست. بگیرم چیو بگیرم؟ شمارهش سگی که پارس میکنه گاز نمیگیره. سفارت سوئیس. فعلا دارم با بابام صحبت میکنم. واجب تره فکر میکنم. دیگه شمارهش گوشی اینجا. با ترام کاری نداریم ما. خانم شماره ترام پشت این دیواره نمیرید بگیرید. گرفتم قبلا صحبت کردم. چی گفتیم؟ گفت حالا خوبه. باشه اشکال نه، یا همین جوریه کلا همیشه منتظر تماس بینه فرجی بشه چا یکی زنگ بزنه کسی زنگ نمیزنه. میخوام بهش بگی اجاب هیچ غلطی نمیتونه بکنه. واقعا آگهی کرده دیگه. میگم این نابم که آگهی کرده دیگه. ترام شمارش پشت این دیواره گذاشته. اینجا که نزشون دنبال چی میگرده؟ نمیری بگیری شماره رو؟ بله. نمیریم بگیری؟ بور پدر ترامپ هم کرده شمارهشو گذاشته. امروز یکی زل زده بود به دیواره های سفارت. گفتم شاید دنبال شماره تلفن ترامپ هست. من آقا دنبال شماره ترامپ نه شمارهش اینجا گذاشت شاید دنبال شماره هست. نه بابا ما دنبال شماره آدم های مزخرف نمیگردیم. ایرانی با غیرت و با شعور دنبال تلفن ترامپ نمیگرده. شماره ترامپ پشت این دیواراست. ما ایرانی هستیم، کور خوندی. با این تحریما ما هیچیمون نمیشه، قوی تر میشیم. دیروز رهبرم هم گفت. همه میدانستند که این شماره تلفن سرکاری است. شماره ترامپ پشت این دیوارا به دردم نمیخوره آخه. نظر تماس باشه دیگه. اون سرکار باشه فعلا تو باش تماس بگیرم. خدا من میمنه چه سفارت سوئیس شماره شو باشه. اشکال نداره باشه، بعدا میام زنگ میزنیم. به قول رهبر نه مذاکره میکنی نه جنگی میشه. زنگ هم نمیزنی؟ نه زنگ هم میزنی. مردم میگفتن گرونی ها ربطی به زنگ زدن ترامپ نداره. باید به کشورهای دیگه به ترامپ چه مربوطه؟ گور پدر ترامپ به اون چه ارتباطی داره؟ شما یک چیزایی هستش که اصلا به تحریم کاری نداره، اونا چرا گرون شده؟ امروز مردم زنگ اراده ها را به صدا در آوردن. اون منتظر زنگ بخوره، باید اون زنگ بزنه کار داره. ما ملتی هستیم که منت هیچ کسا نمیکشیم. من شده تا 12 شب کار کنم، نمیذارم خانوادم عذاب بکشن، درد بکشن. ولی آقای ترامپ تو کور خوندی، تو کور خوندی، نمیتونی ما رو از پای در بیاری. ما ایرانی هستیم. از عوامل سفارت هم پیگیر تلفن ترامپ شد. I don't know him in person and I don't have his phone number. Are you sure? Sure. آشپز سفارت از آشی که ترامپ برای ما پخته بود بی خبر بود. خبر نداری؟ نه. من می‌خواستم بدونم شما شماره ترامپ رو میتونید به ما بدین؟ من در دسترس ندارم. اصلا هست اونجا شمارهش که بتونید بدی؟ متاسفانه توی این مورد نمیتونم کمکتون کنم. یعنی کسای دیگه هم هستن زنگ بزنم مثل من یا نه؟ بله. یعنی زنگ زدم واقعا دنبال شماره ترامپ؟ بله. بعد نمیشه واقعا داد شماره شونو؟ متاسفم، روز خوبی داشته باشین. آقای ترامپ، مردم سال هاست که زنگاشون رو زدن. زنگ مقاومت، زنگ ایستادگی، زنگ همدلی. و همه میدانن که تفکر و ذهن شما و همکارانتان سال هاست زنگ زده است. یوسف سلامی، خبرگزاری صدا و سیما.